انتشار ارزیابی‌های واکسن مدرنا توسط سازمان غذا و داروی آمریکا. نظارت اتحادیه اروپا بر انحصار فناوری‌های بزرگ، معرفی رسمی بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا. اقتصاد چین به کنترل اتوماتیک شرایط رسیده است. پیشبینی کاهش تقاضای نفت، ادامه رشد پوند و بازار ارزهای مجازی. در مشروع اخبار، آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسکیز. امروز شنبه 15 دسامبر 2020 برابر با 25 آذر ماه 1399 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: انتشار ارزیابی‌های واکسن مدرنا توسط سازمان غذا و دارو. سازمان غذا و داروی ایالات متحده تجزیه و تحلیل داده‌های خود برای مرحله سوم آزمایش واکسن کرونایی شرکت مدرنا را منتشر کرد. مرحله اولیه برای اعطای مجوز استفاده اضطراری ممکن است تا پایان هفته انجام شود. این تایید یک روز پس از هشدار شهردار نیویورک انجام شد که به دلیل افزایش آمار ابتلا گفت ممکن است این شهر مجبور به بازگشت به یک قرنطینه کامل شود. شهردار نیویورک به CNN گفت: ما در حال مشاهده نوعی از عفونت هستیم که از ماه می تا کنون ندیده ایم و باید این حرکت را متوقف کنیم، وگرنه سیستم بیمارستانی ما ویران خواهد شد. تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا در امریکا از مرز 300 هزار نفر گذشته است. نظارت اتحادیه اروپا بر انحصار فناوری‌های بزرگ. اتحادیه اروپا به مشکلات نظارتی بر شرکت‌های بزرگ فناوری مانند واتساپ و فیسبوک افزود و پیشنویس آیین نامه خدمات و بازارهای دیجیتال را با مقررات مجاز به تجزیه شرکت‌ها در صورت تخلف مکرر اضافه کرد. اتحادیه اروپا می‌خواهد اینستاگرام را از فیسبوک جدا کند. بار مالی جریمه‌های پیش‌بینی شده مطابق با سیاست ضد انحصاری اتحادیه اروپا تا 10% از درآمد جهانی آن است. مذاکرات برگزیت در بروکسل همچنان ادامه دارد و دو طرف خیلی محتاطانه در مورد خوشبینی‌های به وجود آمده صحبت می‌کنند. طبق گزارشات میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به نمایندگان اتحادیه اروپا گفته است که احتمال رسیدن به توافق بسیار پایین است. 16 روز دیگر ضرب العجل خروج فرا می رسد. جفت ارز کیبل امروز نیز 0.4% رشد داشت، اما همچنان کمی پایین تر از بالاترین سطحی است که در 4 دسامبر تجربه کرده بود. به دلیل افزایش آمار مبتلایان و شروع گونه مصری تری از ویروس کرونا، لندن وارد سطح 3 هشدار شد. طبق گفته های هانکوک وزیر بهداشت انگلیس، شواهدی وجود ندارد که بدانیم این گونه جدید ویروس میتواند کشنده تر باشد یا اینکه در مقابل واکسن مقاوم است یا خیر. در داده های منتشر شده امروز مشخص شد که نرخ بیکاری انگلیس در 3 ماه منتهی به ماه اکتبر مجدداً افزایش یافت و از آنجا که شرکت ها تحت محدودیت های جدید ویروس کرونا قرار گرفتند، یارانه های شغلی دولت تا سال 2021 تمدید شد و ادعاهای بیکاری در 64300 نفر به بالاترین سطح رسید. داده های رسمی نشان داد که نرخ بیکاری به 4.9% رسیده است. این آمار بالاترین میزان در بیش از 4 سال است. آلمان از روز چهارشنبه تعطیل می شود و همچنین همسایگان این کشور از قبیل هلند، چک و ایتالیا شروع به انجام اقدامات سختگیرانه تری برای مهار ویروس کردند. یورو امروز 0.5% رشد در برابر دلار امریکا را نشان می دهند. در بازارهای سهام شاخص یوکی صد لندن 0.4% کاهش قیمت را تجربه می کند. داکس آلمان با 0.8% رشد و سی‌ای‌سی 40 فرانسه با 0.1% افزایش مواجه شدند. استاکس 600 شاخص معیار اروپا امروز تغییری در سطح ارزش خود نداشت.
معرفی رسمی بایدن به عنوان رئیس جمهور امریکا. دلار بعد از اینکه در ساعات پایانی روز دوشنبه اندکی رشد داشت، امروز 0.15% کاهش داشت، اما در بازار سهام شاهد کمی افت بودیم. بایدن به طور رسمی رئیس جمهور امریکا معرفی شد، اما سرمایه گذاران همچنان منتظر اخباری در مورد بسته محرک مالی امریکا و اقدامات قرنطینه‌ای و پیشرفت‌ها در زمینه واکسن کرونا هستند. سناتور میچ مک‌کانل رئیس اکثریت سنا در سخنانی اذعان کرده که وقت آن رسیده که بر سر بسته محرک به توافق جمعی برسیم. نانسی پلوسی سخنگوی کاخ سفید در صحبتی که با استیون منوچین رئیس خزانه‌داری ایالات متحده ای امریکا داشته، بیان کرده که مشکلات باقی مانده را میتوان به سرعت حل کرد. این خوشبینی ها باعث افزایش قیمت طلا شد. شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر به طور نسبی از 0.3% به عدد 0.4% رسید. شاخص ظرفیت بهره‌وری نیز بهتر از پیشبینی‌ها بود و به عدد 73.3% رسید. شاخص ظرفیت بهره‌وری با اینکه به سطوح بالای ماه مارس بازگشته، اما همچنان به طور قابل توجهی پایین تر از سطوح چند سال اخیر قرار دارد. بازار سهام امریکا از خوشبینی ها بی نصیب نماند. در ساعت اولیه معاملاتی شاخص داو جونز 0.3% رشد داشت. اس‌اند‌پی 500 نیز 0.5% رشد کرد و نزدک نیز 0.7% افزایش داشت. اقتصاد چین به کنترل اتوماتیک شرایط رسیده است. اقتصاد چین به کنترل کرونا رسیده است. تولیدات صنعتی و خرده فروشی در ماه نوامبر به رشد خود ادامه می‌دهند و وضعیت کشور را به عنوان تنها اقتصاد بزرگ جهان که احتمالاً امسال رشد خواهد کرد تایید می‌کند. اما در چند ماه گذشته میزان پیشرفت به یک بار افزایش یافته است. رشد تولیدات صنعتی در مقیاس سالانه 7% ثابت بود، در حالی که خرده فروشی به میزان 5.2% رسیده است. این رشد با برخی مشکلات همراه بوده است. بانک مرکزی چین قبلا بیشترین تزریق وجوه میان مدت به سیستم مالی خود در حدود 950 میلیارد یوان معادل 145 میلیارد دلار را انجام داده است که این کار به دلیل جلب اعتماد بازار صورت گرفته است. امروز همچنین بعد از انتشار گزارشی مبنی بر اینکه چین ممکن است واردات زغال سنگ استرالیا را ممنوع کند، اوسی با افت قیمت مواجه شد. در نشست بانک مرکزی استرالیا نیز اعلام شد که این بانک حاضر است اوراق قرضه بیشتری در سال 2021 را خریداری کند. بازار سهام آسیا روز خوبی را پشت سر نگذاشت. نیکی 225 ژاپن 0.2% افت را تجربه کرد. همچنین شاخص هانگ‌سنگ و شانگهای به ترتیب 7.1% افت را بر روی تابلوهای معاملاتی نشان می‌دهند. پیشبینی کاهش تقاضای نفت. آژانس بین‌المللی انرژی پیشبینی خود از تقاضای جهانی نفت را 100 هزار بشکه در روز کاهش داد. اما با این حال اظهار داشت که انتظار می رود تقاضای جهانی برای نفت در سال 2021 افزایش یابد و در نتیجه تقاضای متوسط 96.9 میلیون بشکه در روز باشد. آژانس بین‌المللی انرژی گفت که به دلیل آخرین موج همه‌گیری که آلمان، ایتالیا، لندن و نیویورک را تحت فشار قرار داده است، تقاضا برای مدت طولانی کمتر از آنچه پیش بینی میشد باقی میماند. این گزارش همچنین نشان میدهد که ذخایر جهانی نفت در پایان سال 625 میلیون بشکه بیشتر از شروع همه‌گیری کرونا است که مازاد تولید 9 ماه گذشته هنوز باید مصرف شود. قیمت نفت خام امریکا امروز در قیمت 47 دلار و 50 سنت برای هر بشکه 1% رشد را نشان می‌دهد. همچنین نفت برنت با 0.6% افزایش به 50 دلار و 60 سنت در هر بشکه رسید. طلا امروز سطح قیمتی 1850 دلاری خود را پس گرفت و در همین محدوده نوسان دارد.
ارزهای دیجیتال امروز در بازار ارزهای دیجیتال شاهد روز معاملاتی گرمتری هستیم. هرچند که در ساعات اولیه معاملاتی این بازار اکثر ارز رمزها در محدوده منفی معامله می شدند، نمی توان به رسمیت شناخته شدن جو بایدن و اخبار واکسن های کرونا را در روند این بازار بدون تأثیر دانست. بیت کوین که هنوز به عنوان شاخص در این ارز رمز می باشد با 1% رشد در محدوده 19400 دلاری در حال معامله است. اتریوم با 1 دهم درصد کاهش داشت و لایت کوین 0.2% افزایش. در مقابل ارز رمز ریپل که پلتفرم ساختاری مجزایی از سایر رقبایش دارد با 4% افت قیمت مواجه شد. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.